سلام بینندگان عزیز امروز در جلسه یازدهم هستیم از برنامه بسیار پرمحتوای پر من یک زن هستم همونطور که نمیدونم عزیزان به خاطرتون هست در دو جلسه قبل من راجع به کتابی به نام Depression in the Church کتابی هست به نوشته الیسن کیهال هال ترجمه هم هست افسردگی در کلیسا راجع به این صحبت کردم و ما تونستیم به یه نتیجه برسیم یعنی در واقع به اینکه منشأ افسردگی این خانم چی بود نسرین جان و من یادآور شدم که هشت سال طول کشید تا این خانم از این بیماری بتونه بیاد بیرون خیلی مدت طولانی بوده هشت سال هشت سال دقیقا و اینکه توی این هشت سال چه بالا و پایین داشته و با چه مشکلاتی مواجه شده یه بار یادآوری میکنه که آمریکایی حالا یه توضیح بدم که آمریکایی ها بیشترشون عادت دارن که اسلحه میخرن یعنی توی خونه اسلحه هست میتونین شما مجوزش رو بگیرین اسلحه رو بخرین بذارین توی خونه این خانم هم همسرشون حالا توی خونه اسلحه داشتن میگفت در برهی از دوران افسردگی من به علت شدت افسردگیم دائما افکار خودکشی می اومد به ذهنم و یک و کاملا فکر می کردم که من یک روز میرم حالا کمد رو باز می کنم اسلحه رو بر می دارم و خودم رو می یعنی می گفت انقدر این فکر برای من حقیقی شده بود که با اینکه خیلی خجالت می و خیلی شرمسار بودم از افکار خودم یه روز به شوهرم گفتم که من فقط میخوام یک بهت یک در... ازت یک درخواست بکنم خواهش میکنم منو زیر سوال نبر از من نپرس چرا فقط این درخواست منو انجام بده و وقتی شوهرش ازش پرسید که درخواستت چیه گفت که من فقط بهش گفتم خواهش میکنم از در رو از, روی... از توی کمود بردار میگفت یعنی من نمیتونم به شما بگم که این در واقع واکنش شوهر من چی بود؟ من احساس کردم که از ترس تمام بدن ایشون منجمد شد که اصلا فکر نمی کرد که یک روز همسری که به عنوان یک ایماندار سالها زندگی کرده بود زندگی ایمانی خیلی زیبایی داشته توی کلیسا خدمت کرده بود یک روز بیاد بگه که من ممکنه این اثر رو بعدم و خودم بکشم و یلنا خیلی جالبه چون منم توی دوران افسردگی در واقع منطقی هم فکر می کردم و وقتی با مشاور صحبت کردم گفت یه عده هستن که حتی توی بدترین حالت افسردگی هم که قرار می گیرن استدلالای منطقیشون رو از دست نمیدن <applause> یعنی درک میکنن که الان شرایط چقدر در واقع وخیمه از یه طرف حجوم اون افکاره چون منم یه دوره اینطور بودم که حتی فکر میکردم که اول میگفتم خدای منو ببر بعد میگفتم که اصلا من خودم رو بکشم و حتی به روش هاش فکر میکردم ولی از اون طرف احساس خطر میکردم یعنی یه عده هستن که استدلال های منطقیشون رو میتونن حفظ کنن و این خوبه حداقل تا یه حدی از اتفاقات خطرناک جلوگیری میکنه ولی متاسفانه یه عده واقعا اون استدلال منطقی هم دیگه از دست میدن و چقدر بیشتر نقش اطرافیانه که حمایت کنن در واقع مراقب باشن دقیقاً و بعد این حالا جریانی که تصمیم به خودکشی گرفت افکار خیلی بدی داشت پرخاشگر شده بود توی این دوران خیلی تکه کرد به خانواده خودش خیلی تکه کرد به همسر خودش تکه کرد به اعضای کلیسا چون همونطور که جلسه قبلا اشاره کردیم افراد کلیسا ایشونو ترد نکردن بلکه در واقع حمایت کردن, کردن دور رو گرفتن و با هر ابزاری که در دستشون داشتن به این خانم کمک کردن و آه... یه صحبت خیلی زیبایی که میکرد این بود که آه... توی این تمام این هشت سالی که اتفاق افتاد بعد این هشت سال که من بهبودی کاملم رو پیدا کردم و آه... دوباره به حالا دعاهای خودم برگشتم کتاب مقدس میخونم و رابطه خودم خیلی زیبا و دوباره بنا و با برکت بود با خدا میگفت که این به این در حین این دعا و نیایش از خداوند پیامی که گرفتم این بود که خدا تونست توی این هشت سال منو پالایش بکنه توی این هشت سال منو پاک بکنه میگفت با این که میدونستم خودم خیلی وقتا ناآگاه بودم از وضعیت خودم از ایمان خودم سست میشدم اما فهمیدم که خداوند در تمام این دورانی که حتی من ناآگاه هستم خدای من ناآگاه نیست خدای من واقفه به همه جریاناتی که توی زندگی من میافته و اراده خدا در این مشکل من اراده مستحکم و پایداریه یعنی خدایی که با اراده خودش این اتفاق در زندگی من افتاده و من و در واقع مثل حرارت این هشت سال خودش کنترل میکنه یه موقعی اون حرارت خیلی زیاد بود من واقعا ویران میشدم یه موقعی حرارت رو پایین تر می آورد یه ذره به زندگی عادی خودم برمیگشتم اما من واقعا اینو فهمیدم که خدا میدونه ما چه توانایی داریم خدا خودش ما رو میشناسه چون خداییه که خودش ما رو خلق کرده و اون میدونه اگه امروز تو ما یه مشکلی داریم ما یه سختی در زندگی ماست ما میتونیم اونو پشت سر بذاریم چون واقعا خدای ما خدای قادریه آمه. و اینکه یلنا ما واقعا توی کتاب مقدس هم میبینیم که اه... یه واقعا یه خصوصیتی که کتاب مقدس داره اینه که زندگی واقعی رو به تصویر کشیده یعنی ما افرادی رو میبینیم مثل داوود درسته. خب دیگه هم یعنی اون معروفیت داوود و ما توی ایمانش و توی کلام می‌بینیم. یه افرادی رو می‌بینیم مثل ایلیا که چقدر با قدرت چه معجزاتی انجام میدن ولی چقدر زیباس کتاب مقدس چون همیشه این افراد رو در واقع توی اوج نشون نمیده. یه تصویر رویایی کتاب مقدس به ما نمیده. کتاب مقدس یه تصویر واقعی از زندگی میده. جاهایی که این افراد بالا بودن و جاهایی که پایین بودن درسته. و در واقع این اینطور کتاب مقدس میخواد بگه که ببینید پس زندگی شما هم همینه نترسید از این بالا و پاینا من... خیلی دوست دارم این آیات رو از روی کلام خدا بخونم یه جان مزمور در واقع مزمور شیش هست که... داوود به خداوند اینطور میگه من دارم مزمور شیش عزیزان از آیه سه میخوام از آیه دو بخونم برای شما که داوود به خداوند میگه ای خداوند بر من کرم فرما زیرا که پجمرده ام ای خداوند مرا شفاده زیرا که استخوانهایم مسترب است و ادامه میده که جان من به شدت پریشان است پس تو ای خداوند تا به کی ای خداوند به من رجوع کن ما میبینیم که در واقع داوود داره به خدا میگه که تو چه وضعیتی هست از اون استرابا از اون در واقع پریشانی ها و این که من میخوام آیه 6 رو هم بخونم عزیزان در ادامه داوود میگه از ناله خود وامانده ام تمامی شب تخت خواب خود را در واقع غرق میکنم و بستر خیش را به اشک ها تر میسازم سازم داوودم عزیزان توی بره از زندگیش افسرده شده مسترب شده و پریشان شده پس کلام خدا هم در واقع میاد این تصاویر واقعی رو به ما بگه که بگه نترسید اگه برای شما هم اینطور بود درسته ما حالا این بحث خودمون رو از تجربه این عزیز تموم کردیم و فکر کنم یه آگاهی به عزیزان دادیم که اولا اینکه به این افسردگی فقط به اون شکل روحانیش فکر نکنین واقعا شاید مغز شما دچار یه اختلالاتی شده که شما نیاز به کمک پزشکی دارین شما نیاز به یه کمک خارج از حیطه خانواده, خانواده دارین اولا این, که این کمک ها رو از خودتون دریغ نکنین و حتما برای درمان اون اقدام بکنین اینا رو که از یادم میاد وقتی که این داشتم از این کتاب میگفتم تو خودت اشاره کردی که در یه دورانی از زندگی هم خودت دچار یه افس... حالا یه علائمی از افسردگی شده بودی که ناشی از منشه های هرمونی بود فکر کنم خیلی جالب میشه که شما این تجربه رو با عزیزانمون به اشتراک بذارین آره یه من توی دورانی بود که در واقع اولین جایی که من افسردگی رو تجربه کردم اون دوران بود که من می دیدم که هر توی زندگی عادی من هرچی دارم پیش میرم می بینم که من دارم همش آدم زود رنجی شدم من خیلی زود عصبانی میشم با کوچکترین اتفاقی گریه میکنم و چون شخصیت من اینطور نبود و می دیدم که الان داره این تغییرات در من صورت میگیره خیلی هم متعجب بودم همچون تازه اون موقع من ازدواج کرده بودم گفتم خب شاید به خاطر اینه که خب حالا به خاطر شاید بعد از ازدواج آدم وارد یه زندگی جدید میشه شاید همه اینطور میشن و ظاهر من کم کم تغییر میکرد می دیدم که چقدر موهای من خشک شده چقدر ناخونهای من شکننده شده و همش اینو رفت می میدادم که خب شاید نورماله اشکال نداره به حال همیشه که آدم یک جور نمیتونه باشه از لحاظ فیزیکی و جسمی تا اینکه دیدم حالا شرایط روحی من یه کمی داره در واقع از اون حالت نورمال دیگه خارج میشه یعنی اگه به خاطر آها شروع میکردم در واقع به این فکر میکردم که اگه عزیزا ما دست بدم چه اتفاقی میفته تصویر مرگشون میامد توی ذهن من تا اینکه به خاطر در واقع یه سری تغییراتی که تو روی پوست صورت من به وجود اومده بود اصلا من رفتم برای پوست صورت هم دکتر که من میخوام این زیبای پوست من دوباره برگرده و اونجا دکتر به من گفتش که تو سابقه بیماری کمکاری تیروئید داری گفتم که نه و به من خیلی اورژانسی برای من آزمایش نشه گفت من به تو میگم 100 درصد تو دو دوچاره در واقع کمکاری تیروئید شدی که بعد من با انجام اون آزمایش ها فهمیدم که در واقع قدر تیروید من توی بدن من کم کار شده و خیلی شدید این اتفاق افتاده و با یه قرصی که دکتر برای من تجویز کرد و من شروع کردم اون قرص رو استفاده کردم بعد از حدود دو ماه همه چیز به حالت نرمال برگشت یعنی عزیزان اصلا هیچ منشه غیر از این وجود نداشت اون هرمون در واقع در بدن من تعادلش به هم ریخته بود که با یه دارو درمان شد ولی باز شما تاثیرات روحی روانی هم روی شما گذاشته بود دیگه شما اصلا خیلی مضطرب بودم همون که اون افکار می اومد سراغ من در واقع افکار مرگ اگه عزیزان بمیرن چه اتفاق میفته بله دقیقا همینطوره یلنا خب حالا عزیزان ما میخوایم به شما بگیم که امروز اگه شما با اون مشکلات دست و پنجه نرم میکنین احساس تنهایی نکنین این تمام این جلسات تمام فکر کنم هدف ما از گذاشتن این برنامه که حالا مخصوص زنام هست اینه که شما عزیزان رو تشویق بکنیم که کنار هم باشین تشویق بکنیم که هیچ چیزی رو در زندگیتون انکار نکنین چون سرپوش گذاشتن خودش باعث به وجود آمدن مشکلات آینده میشه و اینکه که یلنا جان شاید دوستان ما خودشون هیچ وقت دوچار افسردگی نشدن و نخواهند شد ولی اطرافیانی هستند در واقع اطراف شما کسانی هستند که به بیماری افسردگی مبتلا شده باشن پس چقدر خوبه که ما آگاه باشیم و در واقع بتونیم به این عزیزان کمک کنیم. بدونیم که چه هایی نیاز دارن، حتی اگه این افراد خودشون نمیدونن. ممنون اینکه با ما بودین عزیزان. شما رو به دستان خدای عزیز میسپاریم تا برنامه بعد خدا. フフフフ。